فضای مجازی در حوزه کار خودت به چه شکلی هست نسبت به موضوع برنامه حجاب اختیاری؟ همین، همونطور که هم مهمانان برنامه اشاره کردن، ساقی اشاره کرد، سالهاست که زنان دارن برای خواسته های خودشون میجنگن. الان دیگه فراتر از این مسئله حجاب گذر کردن از مسئله حجاب. این برمیگرده به مشکلاتی که 14 جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده، از مسائل معیشتی، از مسکن و مسائل دیگه. استناد میکنم به یکی از توییت هایی که انتخاب کردم که به اختلاس دقیقا اشاره کرده و میگه دیگه درد مردم مختص به حجاب نیست، فراتر از آزادی پوششه. بحث آزادی بیان یکی دیگه از مسائلیه که خیلی ها مطرحش میکنن. و حالا یکی از کاربرا خیلی جالب شعار اصلی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. آزادی رو بولد کرده و میگه از ابتدا اصلا منظور شما از آزادی چی بوده؟ و داشتن حد، داشتن یک زندگی معمولی. خیلی ساده است وقتی ما میگیم یه زندگی معمولی من میخوام، ولی وقتی توی اون جبر خفقان داری زندگی میکنی که ما همه اونا رو تجربه کردیم، اون خیلی سخته و میفهمی که واقعا چی میخوان. یکی از این کاربرا دقیقا میگه کجای دنیا پاسخ من زندگی نرمال و آروم میخوام گلوله است. این خیلی حرف زیادیه. و میگه خیلی های دیگه هم حالا تو آثار هنر اعتراضیشون به همین مسئله اشاره کردن، که یکی از این کلیپ ها رو انتخاب کرده بودم که فقط ما میتونیم ببینیمش الان چون زمان نداریم. این گرافیست هم اومده خیلی راحت به همین مسئله اشاره کرده، میگه اعتراضات سراسری برای حجاب نیستش. خیلی هم اشاره کردن که خب همونطور که به رنسانس اشاره کردی، زنا سالهاست که رسیدن به این مسئله، ولی جامعه که مردان هم بخش عمده ای از اون هستن الان این آمادگی رو پیدا کردن. و مهمتر از اون اینو توی شعارا میبینی که خب اومدن گفتن خب شما برهنگی میخواین، شما میخواین خیلی فقط میخواین آزاد باشین، ولی گفتن هیز تویی، هرز تویی، زن آزاد منم. این دقیقا توی اون مسئله نمود پیدا کرد که مسئله حجاب نیست، مسئله فراتر از این حرف هاست، یک زندگی معمولی.